آصف علی درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان از دیدار با همتای چینیش خبر می‌دهد. آقای درانی در شبکه کاربری اکس خود گفته که باشویو یونگ نماینده ویژه چین برای افغانستان پیرامون صلح و ثبات در افغانستان و منطقه گفتگوهای اساسی داشته است. در این دیدار نماینده ویژه چین برای افغانستان بر تقویت بیشتر همکاری‌های دو جانبه بابت کمک رسانی و بازسازی افغانستان تاکید کرده است. با این حال شماره از آگاهان این چنین دیدارها را سودمند می‌خوانند. دیدار نمایندگان ویژه چین و پاکستان درباره افغانستان. آصف علی دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در شبکه کاربری اکس خود از دیدار با یوشایونگ نماینده ویژه چین برای افغانستان خبر داده و گفته است که در این دیدار دو طرف پیرامون صلح و ثبات افغانستان و منطقه گفتگوهای اساسی داشتند. در مورد صلح و ثبات در افغانستان و منطقه با یوشایونگ نماینده ویژه چین برای افغانستان گفتگوهای اساسی انجام شد. با باور من آنچنانی که چین و پاکستان از رهگذر اقتصادی، سیاسی و امنیتی با یکدیگر منافع عمیق و مشترک دارند، در خصوص مسئله افغانستان نیز آنها دارای منافع عمیق و مشترک هستند. بنابراین این مسئله بر حاکمان جدید افغانستان برمیگردد تا بتواند صحبت‌ها و موضع‌گیری‌های این دو کشور همسایه و مهم را در راستای منافع افغانستان جلب بکنند و بتوانند از نیروی این دو کشور در راستای پیشرفت و ترقی و توسعه و ثبات افغانستان استفاده بکنند. آقای دورانی مؤلفه های این گفتگو را برملا نساخته است. اما نماینده ویژه چین میگوید در این دیدار دو طرف بر تقویت همکاری های دو جانبه بیشتر بابت کمک رسانی و بازسازی افغانستان گفتگو کرده اند. ما هر دو بر تقویت بیشتر همکاری های دو جانبه و چند جانبه خود در زمینه های کمک به افغانستان برای بازسازی و توسعه آن تاکید کردیم. شماری از آگاهان این چنین دیدارها را برای افغانستان سودمند می‌خوانند. چین و پاکستان همواره بر بنیاد منافع خودشان در امور افغانستان عمل می‌کنند. یقیناً صلح در افغانستان به نفع تمام کشورها سرمایه کاش که چین و به خصوص پاکستان از روابط خود با طالبا استفاده کنند، آنچه که آزادی ها و حقوق شهروندان خودشان در کشورها خود دارند از اون روابطشان استفاده کنند و فشار بیارن برای طالبا تا رعایت کنند. اگر در افغانستان یک حکومت قوی مردمی که تمام اقوام افغانستان در او سهم داشته باشه، یقیناً که در افغانستان صلح تامین میشه و این صلح به نفع تمام منطقه است. این دیدارها در حال انجام می شود که به تازگی نخستین محموله تجارتی چین از طریق سیستم بین المللی حمل و نقل جاده‌ای از مسیر گذرگاه تورخم به افغانستان رسیده است.